رئیس جمهور کرزی در نخستین روزهای سال 1390 روند انتقال مسئولیت امنیت را به نیروهای افغان اعلام خواهد کرد. دولت افغانستان تعهد کرده است که این روند تا 3 سال آینده با پایان برسد و مسئولیت امنیت تمامی بخشهای کشور را نیروهای افغان بر عهده خواهند گرفت. بومی شدن روندها در این سرزمین خواست بسیاری از شهروندان است. اما آیا نیروهای افغان به تنهایی قادر به حفظ امنیت در کشور خواهند بود؟ از سوی دیگر یک مقام حکومت افغانستان گفته است که پس از این مجاهدین برای تامین امنیت افغانستان تلاش خواهند کرد. آیا انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان سرآغاز ایستادن بر پای خود خواهد بود و یا آغاز یک بحران تازه؟ قرار است تا چند روز آینده رئیس جمهور کرزی آغاز روند انتقال مسئولیت امنیت را از نیروهای خارجی به نیروهای بومی اعلام کند. انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان تا 3 سال آینده به پایان خواهد رسید. اما آنچه که مهم دانسته می شود، توان نظامی افغانستان برای پاسخگویی تهدیدهای امنیتی است. که آیا نیروهای افغان توان پاسخگویی تهدیدها را به تنهایی خواهند داشت؟ اول قبل از اینکه ما اعلان کنیم که آمادگی داریم برای انتقال قدرت، یک بررسی و ارزیابی کلی صورت گرفت که آیا چنین توانایی و ظرفیتی وجود داره یا نه. بعد از یک بررسی کاملی با بین خود ما و همچنین با شریک ساختن و همکاران خارجی به این نتیجه رسیدیم که این امکانات وجود داره، لذا به کنفرانس بین المللی کابل اعلان شد. بود دوم از او آغاز انتقال قدرت. در رشته آغاز انتقال قدرت که تا چند روز دیگه توسط رئیس جمهور افغانستان اعلان خواهد شد، کدام مشکلی ما ندارین. میتونین آغاز کنین از بعض مناطق یا از مناطق تهدید متوسط یا مشترکاً از تهدید متوسط تهدید پایین یا به شکل مشترک تهدید پایین متوسط و بالا، که در این ست رئیس جمهور با مشورهایی که با مسئولین امنیتی میکنه تصمیم گرفته یا خواهد گرفت. نقطه سوم پایان انتقال قدرت هست. در پایان انتقال قدرت از سال 2011 تا 2014 طبعا مشکلات زیاد پیش روی داریم، از لحاظ تجهیز، از لحاظ تعلیم و تربیه، از لحاظ کمیت. اگر تعهداتی که در مورد وجود داره از لحاظ تجهیز، تعلیم و تربیه و بلند رفتن کمیت مطابق پلان پیش برین، که اطمینان هم وجود داره که مطابق پلان پیش برین، میشه که انتقال قدرت به گونه موافقت‌آمیز از او تا سال 2014 پایان بیابه. پیش از این منابع نیروهای خارجی در افغانستان گفتند که انتقال مسئولیت امنیت از بخش‌های شمالی و مرکزی افغانستان آغاز خواهند شد. اما حکومت افغانستان میگوید که تاکنون این موضوع نهایی نشده است و رئیس جمهور در حال بررسی این بخش است. تاکنون روشن نشده است که معیار برای سپردن مسئولیت به نیروهای افغانستان چیست. با این هم دیده شود که آغاز این روند یک نمایش خواهد بود و یا یک گام به سوی بومی شدن روند تامین امنیت. ایجاد و افزایش ظرفیت‌ها در ارتش افغانستان از دستاوردهای نظام کنونی گفته شده است. اما آنچه که مایه نگرانی است، نبود امکانات در ارتش افغانستان است. کمبود آموزگاران، نبود جنگ افزارهای سنگین و پیشرفته و نیز نبود حمایت هوایی از چالش‌های جدی در برابر ارتش افغانستان دانسته می‌شود. هرچند حکومت از توجه به افزایش ظرفیت‌ها سخن می‌گوید، اما روشن نیست که تا 3 سال آینده این همه مشکلات حل خواهند شد. از لحاظ حمایه آتش ما هنوز مشکل خود داریم، هم در قسمت قوای زمینی و مشخصا در قوای هوایی. حمایه آتش ثقیل ما در قوای زمینی هنوز ضعیف است، قوای زرهی ندارین و در بعضی تکنولوژی هنوز دسترسی پیدا نکردین. در قوای هوایی هنوز بخش ترانسپورت ما کاملا فعال نشده. یک حرکت مستقل برای حفظ امنیت کشور، چه در بود داخلی و چه در بود خارجی، قوای هوایی یک ستون اصلی هست که اگر نباشه این کار ممکن نیست. و در قوای هوایی
هنوز ما در ایسی تیاراتی که بتانه مجموعه دفاع هوایی موره چی از لحاظ کشف، چی از لحاظ دفتر، چی از لحاظ تعلیم و تربیه، چی از لحاظ مایه آتش غیره و غیره و دافع هوا و رادار اکمال کنه، هنوز مشکلات فراوانی دارین. خوشبختانه در این حال که مشکلات فراوانی دارین، تعهدات مشخصی هم تا سال 2014 برای تکمیل از اون وجود داره. بیشتر مذاکرات حال رو کمیت از این امکانات هست که و نوعیت از این امکانات که چی نوع باشه و با چه کمیتی باشه. ما سخنانی از کالدویل مسئول آموزش نیروهای افغان شنیدم که گفت نیروهای افغان توانایی کامل برای گرفتن این مسئولیت ندارن. آقای کالدویل در سخنان خود گفت که میزان فرار از اردوی ملی زیاد است، در عین حال مسئله بیسوادی را عنوان کرد و گفت که بیسوادی یکی از موانع مهم آموزش هست برای نیروهای افغان و همچنان معتاد بودن یک تعداد زیادی از افراد جذب شده به مواد مخدر. در عین حال شنیدیم که آقای رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا سال گذشته حرفایی در این رابطه داشت و از او جمله گفت که دولت آمریکا دیگه توانایی را نداره که مصارف آموزش نیروهای افغان بپردازه، در حالی که کشورهای دیگه که عضو ناتو هستن کمک نمی کنن. او گفت که سالانه 12.8 میلیارد دلار ما مصرف نیروهای خود نیروهای افغان می کنیم و این نمیتونه دوام پیدا بکنه. این نوع مایوسی را توسط از طرف خارجی ها نشان میداد، اما وقتی که با مقامات افغان شما صحبت بکنین اونا این نظر را ندارن، اونا آمادگی خود ابراز میکنن و میگن که ما برای کار آمادگی داریم. صنف نظامی که با وضع جغرافیوی افغانستان خوبتر و دست بالاتر دریسی امنیت داشته باشه، او هنوز از اردوی افغانستان حذف است. صنف تانگ حذف است، صنف سلاح ریاکتیوی حذف است، صنف توپچی حذف است، قوای هوایی حذف است، قوای سرحدی حذف است، قوای استحکام ما حذف است. شش صنف کلیدی ما که کارآمد سکتور امنیتی افغانستان است، اونا در حال کدر قرار گرفتن. هنوز حکومت افغانستان با سربلندی هنوز نگفته شده برای جامعه جهانی که شما تعهدات خود را برای ما ادا کنین و تعهد سپردین و به کرسی بشانین. اما جرأت اخلاقی حکومت افغانستان هم همی غلبه نکرد سرشان که یخن جامعه جهانی را میگرفت و این را به پایستاد میکرد. از لحاظ آموزش در حال حاضر مرضی هستین. گهگاهی که مسائل کمبودها در بعضی عرصه‌ها از طرف جامعه جهانی مطرح میشه، علاوه بر خرج داخلی برای افغانستان، خرج خارجی هم داره. میخواین متحدین قربادار بسازن که توجه یا تمرکز بیشتر صورت بگیره. تمام مؤسسات تحصیلی و تمام زمینهای زیربنایی برای تعلیم و تربیه آماده شده. تنها مشکل ما بیشتر متوجه تجهیزات و تأسیسات میباشه تا تعلیمات. نیروهای خارجی نمیتونن برای تا ابد از ما دفاع بکنن و بالاخره باید یک زمان می کار آغاز شوه و من فکر میکنم که هر وقتی که کار آغاز شوه بهتر است هر چی زودتر این کار ما این مسئولیت به دوش نیروهای افغان گذاشته شوه. اما مسئله سر این است که جامعه جهانی به تعهداتی که در مورد آموزش و تجهیز نیروهای افغان داره و او وفادار خواهد ماند یعنی. تا جایی که دیده میشه در طول 10 سال گذشته در مورد آموزش و همچنان تجهیز نیروهای افغان نیروهای بین المللی توجه جدی نداشتن و زمانی به این کار رو آوردن که تلفاتشان زیاد شد و طالبان به صورت جدی خطر ایجاد کردن. من به این باور هستم که اگر نیروهای خارجی هم به تعهدات خود وفا بکنن و نیروهای ما نیروهای افغان بتونن به سلاح‌های سنگین هم مجهز شوند، در صورت فکر میکنم که بالاخره باید این مسئولیت نیروهای افغان به دوش بگیرن و این مرحله باید آغاز شود. در آسانه واگذاری مسئولیت امنیت به نیروهای افغان، نظامیان و پاکستان در چند مرحله ولسوالی گشته ولایت ننگرهار را آماج حمله های توپخانه‌ای و حتی چرخبال ها قرار دادند. در حمله های نظامیان پاکستانی بر ولسوالی گشتی ولایت ننگرهار در حدود 1000 خانواده بیجا شدند.
در حالی که دولت افغانستان موقف سختی در برابر حمله بر غیر نظامیان دارد، اما پرسش با میان می آید که چرا دولت افغانستان در این باره خاموشی اختیار کرده است؟ ما فکر میکنم در امو زمانش وزارت دفاع افغانستان که وظیفه سطر سرحدات افغانستان است عکس العمل جدی نشان داد وقتی که لودر سیز افغانستان با لودر سیز پاکستان و قماندان نیروهای ائتلاف در اسلام آباد یا در راولپیندی دیدن، در اونجا هم این موضوع را یادآوری کرد و با جدیت یادآوری کرد و در اون زمان نیروهای پاکستانی معذرت خواستن از این که گفتن که ما هنوز در جریان نیستیم، اما اگر این کار شده باشه ما معذرت میخواییم، وعده سپردن که رسیدگی شد. وقتی که راپور دوم از این رسید که باز هم چنین عملات صورت گرفته، دیروز در شورای امنیت یک بار دیگه ولودی رسید افغانستان وظیفه سپرده شد که موضوع را کوشش کنن که از رای تفاهم با نیروهای پاکستانی این موضوع را حل بکنن، که دیده شود قضیه یک مقدار پیچیده است که دیده شود که آیا حکومت پاکستان این کار میکنه یا ایست که کسی دیگه از اونجا این کار میکنه، که ما بدانیم که یک موضوع جداتر از روابط بین دو کشور نباشه. و درجه اولی مسئولیت برمیگرده به جامعه جهانی که تعهد کرده تمامیت ارضی افغانستان و در حال حاضر به افغانستان حضور دارند. اونا باید جوابگوی از این مسائل باشند. و درجه دوم به تلاش هایی که ما انجام میدیم از طریق کمیته سی جانبه و مجرای دیپلماتیک. این تلاش ها جریان داره تا زمانی که باز در سطح بالاتری تصمیم گرفته شه که چی باید بشه. آنچه که مسلمه وزارت دفاع اجرا کننده تصامیم قماندان اعلی قوای مسلح، شورای امنیت و شورای ملی مردم افغانستانه. ولسوالی گوشته یک مثال بسیار خوب است که شما اشاره کردید. روزهای طولانی هست که این ولسوالی تحت آتش توپخانه پاکستانی ها هست و پاکستانی ها در این منطقه عملا از هوا و زمین دست به عملیات میزنن. دولت افغانستان به صورت جدی تا بال چیز نگفته و جالبی است که کسانی که طرفدار پایگاه امریکا در افغانستان هستند و میگن که حضور امریکایی ها در افغانستان به خاطر حمایت ما از شر همسایه ها لازم هست، حتی در اینجا از اونا باید بپرسید که خب در صورتی که طور است چرا پس نیروهای خارجی در برابر تجاوز پاکستان چیزی نمیگن؟ مسئله این است که پاکستان برای امریکا ارزش حیاتی داره، افغانستان او ارزش نداره و بنابراین دولت افغانستان به این نتیجه رسیده که فشار آوردن بر آمریکا به خاطر فشار آوردن بر پاکستان توسط آمریکا این دیگه بی‌فایده است و این سیاست بعد از سالها به شکست مواجه شد. مشکل باید به سطح دو مملکت حل شود. اگر حل نشه یک عواقب ناگوار اونجا رو خواهد داد و تهدیدها پیش خواهد آمد. شهر جلال آباد تهدید خواهد کرد و بالاخره جلال آباد شما میفهمید که دروازه شهر کابل است و وقتی که جلال آباد تهدید شد اونجا مشکل امنیتی و مشکلات سرحدی پیدا شد. من فکر میکنم که کابل هم تهدید خواهد شد. من فکر نمیکنم که یا پاکستان علاقمندی ازیر داشته باشه که مستقیما خاک افغانستان مورد حمله قرار بده و یا افغانستان علاقمندی ازیر داشته باشه و یا هم این به نفع دو کشور باشه که به این شکل چه جوری این واقع قضیه که با وجود آمده باید یک مقدار وضاحت داشت پیدا شود و حکومت پاکستانی اطمینان بر ما داده که این کار حکومت پاکستان و یا هدف حکومت پاکستان نیست که داخل خاک افغانستان حمله بکنه. ولی اگر این وضاحت تا امروز و تا فردا با وجود نیاید، هدایت جدید دیگه هم از حکومت افغانستان صادر خواهد شد. اترت نیمو بجو مو کما اکسول عمل نو خودلې دا چې زمونږ یو سرباز په پوسټه کې سطحي ټپی شو، نو د دې وروسته موږ هم متقابل دځې وکړې چې تر د شپې یو نیم بجو پورې دوام کړي. امکان د دې لري چې د مخالفینو پر وړاندې په هغه سیمو کې چې سرحدي پوسټې د وسلوالو مخالفینو تر تهدید لاندې راځي په هغه کې د مشترک اورګانو په ګډون باندې یو چانیز عملیات تر سره شی او دغه سرحدي سیمه په امان شي.
ما با ایران هم جمهوری اسلامی ایران هم گاهی یک مشکل از این قبیل داشتیم، با جمهوری اسلامی پاکستان هم از این قبیل داشتیم. این یک موضوع یعنی فراگیر و بزرگ نیست که روابط دو کشور باید سرش تاثیر گذار باشه. اگر چیزی که در گوشته واقع شده واقعا نشان بده که این علاقمندی پاکستان برای یا بمباردمان و یا هم حمله نظامی بالای افغانستان که چنین چیزی ما فکر نمی کنم که یا وجود داشته باشه و یا هم عاقلانه باشه، در صورت عکس العمل ما عکس العمل جدی تر نشان خواهد دادیم. ولی برای فعلا معلوماتی که بین دو جانب بین وزارت دفاع ما وزارت دفاع از اونها تبادله میشه، قضیه به این شکل نیست و این قضیه حل شدنی است. در حدود غزان خانواده از این ولسوالی بیجا شده، شما جدی نمیدونید؟ آه متاسفانه که یک تعداد خانواده های افغانستان در این ما من نگفتم که جدی نمیگیریم، ما گفتم که با جدی نیست، مثل که با دیگر یعنی گفتم این به حد یعنی حمله نظامی یک مملکت بر مملکت دیگه نیست. طبیعی است که عاملین ازی در آینده وزارت دفاع افغانستان باید جدی با اونا صحبت بکنه، وزارت خارجه افغانستان، عاملین ازی عملات باید شناسایی شوند و تضمین هایی به وجود بیاید که عملات دیگه صورت نمیگیره. مردم افغانستان و روی افغانستان مصمم هست که از تمامیت ارضی و استقلال خود دفاع کنه، اما تصمیم معذور میشه سیاستمدارهای میگیرن، سیاستمدارها میگیرن و ما کاملا آمادگی داریم و وظیفه ماست که از استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود دفاع کنیم. اساسا هر اردوی به خاطر همه مسائل تشکیل میشه که بتانه سه وظیفه اصلی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال خود حفظ کنه. اردوی ملی با حاکمیتی که فعلا داره و وی آمادگی‌هایی که داره در شرایطی هست که بتانه به حمایت مردم افغانستان متوکل به خدا این وظیفه را با موفقیت انجام بده. بین خود ولسوالی گوشته و خود سرحدی که صاحب غر نام داره، در بین از او کلانترین بزرگترین پایگاه امریکایی وجود داره در اونجا که روزانه از 20 الی 25 الی 35 پروند تیاره ها اونجا نشست و برخواست میکنه، اکمالاتی از او میکنه، اونا کاملا در اونجا در رادارشان موجود هستند و منطقه را تحت نظر خود گرفته ان. اما بدون ثبوت اگر افغانستان هم با جامعه جهانی بکوه اونجا اسناد شفتیدگی است، اما مصلحت هایی که حکومت افغانستان داره با نزدیک شدن آغاز روند انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان و گرایش ها به سوی پاکستان، نگرانی ها درباره بیشتر شدن نقش پاکستان در افغانستان با وجود آمدند. بارهای نیز وجود دارند که حلقه های در داخل حکومت افغانستان را ناگزیر ساخته است تا با پاکستان پناه ببرد. در طول چند سال گذشته دولت افغانستان کوشش بسیار زیادی کرد که امریکا و جامعه جهانی را به این متقاعد بسازد که بر علیه پاکستان موقف جدی‌تری بگیرند. اما بالاخره به این نتیجه رسید دولت افغانستان که امریکا هرگز نمی‌خواهد پاکستان آزرده بسازد. پاکستان دوست کلیدی ایالات متحده امریکا در این منطقه از دنیا هست و هیچ وقت افغانستان جای پاکستان در سیاست های امریکا نخواهد گرفت. این نتیجه است که دولت افغانستان گرفته و آل مجبور است که با پاکستان به شکل کنار بیاید و راه دیگه هم وجود نداره. اگر ما حتی میتونستیم یک راه ترانزیت دیگه هم داشته باشیم که ارزانتر از پاکستان تمام شود، باز هم میشد که با یک شکل این مسئله را به شکل مطرح کرد با پاکستانی ها. متاسفانه در همه امور ما میبینیم که پاکستان در سیاست های امریکا نقش مهم داره. از این سبب به نظر میرسه که دولت مردان افغانستان هم به این نتیجه رسیدن که وقتی که امریکا اینطور یک موقف برای پاکستان قبول کرده، ما هم نمیتونیم کار دیگه بکنیم و به تدریج میخواهند که پاکستان شریک بسازند در مسائل افغانستان تا به این ترتیب از شر ای امسایی ناسازگار شاید با زعم خودشان نجات پیدا بکنه. ببینید تاریخ بر ما نشان داده، تاریخ بر ما آموختانده که ما نمیتونیم که حداقل 30 سال گذشته بر ما نشان داد که اگر افغانستان تنها میتونه که مورد تخت و تاز امسایه خود قرار بگیره و یا نیروهایی که و یا هم گروه هایی که در امسایگی ما گرده هم آمدن مورد تخت و تاز از و قرار بگیره.
از ما خاطر هم ما امروز با ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان حضور دارن و ما با ناتو پیمان دراز مدت استراتژیک امضا میکنیم و با ایالات متحده آمریکا هم آرزو داریم که بسیار زود پیمان استراتژیک امضا شود. اما تاریخ ایره هم با ما آموختانده که ما نمیتونیم که با اتکا به یک نیروی بین المللی دور از منطقه با کشورهای منطقه روابط خود را خراب بکنیم. یعنی ما افغانستان در یک منطقه زندگی میکنه که یک بیلانس یا یک توازن فوق العاده شکننده وجود داره بین روابط ما با همسایه های ما، با منطقه و با متحدین بین المللی ما. ما این توازن حفظ میکنیم. هیچ کسی نباید توقع داشته باشه که حکومت افغانستان به خاطر روابط خود با ایالات متحده و یا با جهان با پاکستان و ایران به جنگ شوه. نه، این کارو ما نمیکنیم. ما آرزو داریم که با پاکستان، با ایران، با روسیه، با هندوستان روابط نیک داشته باشیم، روابط عدم مداخله داشته باشیم، حسن همجواری داشته باشیم. اینا هم بپذیرن که ما به خاطر رفاه خود و به خاطر رشد اقتصادی خود، به خاطر ثبات سیاسی خود تا یک زمان نیاز با روابط استراتژیک با دنیا داریم و دنیا هم باید دیره بپذیره که افغانستان نمیتونه به اتکا به قدرت‌های دنیا با کشورهای همسایه خود روابط خود را مختوش و خراب بسازه. این بیلانس در 10 سال گذشته تلاش کردیم با وجود بیاریم، بعض وقتا مشکلات به وجود آمده، تا اینجا هم تلاش خود کردیم. از سوی دیگر سرپرست وزارت انرژی و آب گفته است که رئیس جمهور از بیرون شدن نیروهای خارجی در افغانستان هراس نداشته باشد، بل مجاهدین تلاش دارند تا امنیت را در افغانستان تامین کنند. اما آیا اگر چنین پیشنهادی پذیرفته شود، اوضاع افغانستان چگونه خواهد بود؟ آقای بیان میکنند که خارجی‌ها در سرزمین ما باقی بمانند، امنیت را بگیرند. ما تو را میگویم که شیرمردان مومین افغان که کمپ سوسیالیسم را شکست دادند. خب اونا وزیر انرژی آب هم عضو حکومت افغانستان، عضو دولت افغانستان و خطابشان هم جلال الدین رئیس جمهور بود. طبعا در صورت ضرورت پاسخ از طرف خیشان نرا آخر شد. یعنی دخیل شدن گروه های مجاهدین، گروه های مسلح در کنار اردوی ملی چی پیامد خواهد؟ در نظام های دموکراسی دیدگاه ها و اظهار نظرهای مختلف همیشه صورت میگیره، اما اون چه که عملی است تصامیمی که رسمی گرفته میشه و برای ما ابلاغ میشه. من با جناب اسماعیل خان اتو عرض میکنیم که شما یک بار این عمله را برای انداختین، شما یک بار این لابراتوار را ازمایش کردین. مردم افغانستان هیچ وقت فراموش نمیکنه آنچه که رهبرای از اینها رفتن و مکم از ما قسم خوردن که دست از جنگ میبرداریم، پس آمدن همون روز جنگ تجدیدن از آغاز کردن، به شیوه دیگه آغاز کردن، تندتر آغاز کردن. با آغاز روند انتقال مسئولیت به نیروهای افغانی، این کشور به مرحله تازه و حساسی داخل می شود. مرحله که خونین و سرنوشت ساز هم گفته شده است.
در همین حال روشن نبودن راهبرد دولت در گفتگو با طالبان و نبود یک سیاست روشن در چندی و چونی روابط با کشورهای منطقه از نگرانی‌های جدی برای بسیاری‌ها به شمار می‌روند. نگرانی‌هایی که بر آینده افغانستان اثرهای مستقیم می‌توانند داشت. با وجود خوشبینی‌های فراوان دولت و نگرانی‌های مردم درباره آینده افغانستان، روشن نیست که انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان گامی خواهد بود به سوی خودبسندگی و یا نمایشی که پایان غم‌انگیزی خواهد داشت. تا برنامه دیگر، بدرود.